علت انتصاب یوزارسیف به پیشکاری قصد که جایگاه مهمی است و مردی با تجربه و کارآمد را می‌طلبد چیست؟ از زمان آغاز بیماری هونیفر تمام امور قصد به دست یوزارسیف انجام می‌شود. او برای من هم پیشکار خوبی است و هم مشاوری حکیم. من مشاوری داناتر از او ندیدم. مشاور؟ یعنی در مواقع ضروری میتوان با یوزارسیف مشورت نمود؟ خداوند هونیفر را در آرامش ابدی قرار دهد. منظور یوزارسیف کدام خداوند است؟ شما با من کاری داشتید؟ بانو زلیخا شما را احضار کرده است. شما بروید، خواهم آمد. جناب یوزارسیف منتظر ورود هستند. بگو وارد شود. خودت هم بیرون باش. درود بر بانو زلیخا. من به جناب پوتیفار قبطه میخورم که هر زمان اراده میکنن میتوانند از وجود مشاور حکیمی چون شما بهره مند شود، ولی ما دستمان کوتاه است. به خاطر ندارم که بانو احضار کرده باشند و اطاعت امر نکرده باشند. پیش از این بیشتر جویای حال ما می شدید، اما مدتی از ستاره ها هم دست نیافتنی تر شده. اکنون که در زمین و در محضر بانو زلیخا هستم، اگر امری هست بفرمایید. بسیار خوب، وقت پیشکار بزرگ را زیاد نمیگیرم. بنشینید، خواهم گفت. یکی از زنان اشراف تپس به همسر خود خیانت کرده است. لحظاتی پیش این مطلب را شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به نظر شما با این زن چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم یوزارسیف درباره این زن چه حکم میکند؟ برای حکم کردن دانستن جزئیات بیشتری لازم است. مثلا باید دید خیانت این زن برملا شده یا نه. آیا او این خطا را فاش میگوید یا از برملا شدن آن شرمنده است؟ آیا کنیز زرخرید بوده یا زنی آزاد؟ آیا فرزند دارد یا ندارد؟ آیا شوهر اون زن او را دوست داشته و علاقش را ابراز میکرده یا نه؟ آیا همسر این زن او را از هر نظر تأمین می کرده یا در مضیقه و تنگنا قرار می داده؟ باید دید او به کدام آینه است و چندین سوال دیگر. این همه سوال برای یک قضاوت؟ بیهوده نیست که پوتیفار در همه امور با شما مشورت می کند. تا پاسخ این سوال ها و چندین سوال دیگر روشن نشود حکم درستی نمی توان داد. من پاسخ هیچ یک از این سوال ها را نمی دانم. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانوی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است، دلیل و منطق نمی شناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد. هوس را نباید عشق معنی کرد.
ببینم یوزارسیف، آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ کسی که مرا با عشق خود به سوی معبود حقیقی رهنمون شد، پدرم. چه کسی گفت وارد شوید؟ مگر استبل چهارپایان است؟ چشم. پیر شده اما عاقل نشده. او شما را دوست دارد و خود را محرم خلوت‌های شما می‌داند، وگرنه سرزده وارد نمی‌شد. بگذاریم. سوالی دارم که در پاسخان مختارید. آیا تا کنون کسی به شما مهر ورزیده است؟ آری، مهر ورزی و ابراز علاقه اطرافیان برایم جز رنج و مشقت حاصلی نداشته، اما فاقه به خاطر علاقه وافری که به من داشت حسادت برادرانم را بر علیه من برانگیخت و ابراز محبت پدرم مرا به غر چاه و اسارت و درد فراق مبتلا نمود. نه، من منظور من اینها نیست. سؤال من در مورد ابراز علاقه زن هاست. خیر بانوی من، گهگاه سنگینی نگاهشان را احساس می کنم، اما به آنان توجه نمی کنم. بسیار خوب، می توانید بروید. در مورد آن زن هم سوال می کنم، در صورت لزوم با شما مشورت خواهم کرد. سنگینی نگاهشان را احساس میکنم، اما توجهی نمیکنم. اتفاقی افتاده بانوی من؟ فراموش کرده که یک برده است. با کنایه به من میفهماند که به ابراز علاقه من بیتفاوت است. حق دارد. پاسخ اشرافزاده ای که مهر برده ای را در دل می پرورد همین است. خواهیم دید. از این پس هر چیزی برای او ارزش قائل نخواهم شد. چرا او را از قصر بیرون نمی کنید؟ اصلا چرا او را تبعید نمی کنید؟ با وجود پوتیفار از علاقه او به یوزارسیف بیخبری؟ با این وصف تصمیم شما درست است. بی توجهی. هرچه زودتر مقدمات یک جشن با شکوه را فراهم کنید. میخواهم خود را در عیش و نوش غرق کنم. یوزارسیف در خیال خام است. آنقدر فکر و روح خود را مشغول کنم که دیگر جایی برای او باقی نماند. این مجلس برای خوشگذرانی شما تدارک داده شده. مایلم که بسیار خوش بگذرانید و شاد باشید.